سرخط مهمترین خبرها، معاون وزیر بار دیگر وجود پایگاه چین در بدخشان را رد کرد، در ختلان 70,000 سامانه پول اداره کمونلی را دزدیدند و رئیس جمهوری اوکراین حمله به ولایت کورسک روسیه را شرح داد. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 13 آگوست سال 2024 است. یک مقامدار بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بار دیگر وجود پایگاه چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان را رد کرده است. خبرنگاران 8 آگوست ضمن نشستی خبری از عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی پرسیدند که آیا چین در ناحیه اشکاشمی تاجیکستان پایگاه دارد؟ پاسخ معاون وزیر چنین بود: یکی گویا که جمهوری خلقی خطای در بدخشان ساخته باشد، این من نادرست است. ما یکان خیل مرکز، یکان خیل سینتر در ناحیه ایشکاشیم با جمهوری خطای نساختیم و وجود هم ندارد. یکان چیزی نیست دارد. ما خطای قطعی در ایشکاشیم یکان چی نداریم. اون من در بدخشان یکان چی نداریم. ما مرکزی اکستریمیزم داریم در یک جایگی در پایتخت. در ایشکاشی یکم چی نیست. حرفهای عبدالرحمن علمشاهزاده در حال صدا می دهند که او سال 2021 در پارلمان گفته بود با کمک چین در دره وخان پایگاه ساخته می شود، ولی از آن دسته زود عمل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا امان استفاده می برد. موضوع پایگاه چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد سال 2019 بارها صدا داده است. در آن سال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نظم مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نشریه بریتانیایی تلگراف هم ماه ایول امسال در یک مقاله بزرگ درباره تاجیکستان نوشت جمهوری مردمی چین با نظرداشت خطر افزاینده از طالبان حاکم در افغانستان در خاک تاجیکستان پنهانی یک پایگاه نظامی میسازد. اما مقامات تاجیکستان پیوسته وجود پایگاه چین را در بدخشان رد کردند. اخراج یک عضو گروه 24 از صف این جنبش مخالف حکومت تاجیکستان بحث برانگیز شده است. شورای سیاسی گروه 24 11 آگوست اعلام کرد که عضویت عبیدالله ناصرف، مشهور به عبیدالله سعیدی، را با سبب پایبند نبودن به آیین‌نامه حرکت بیکار کرد. یک مسئول سازمان گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان منع است 12 آگوست به رادیوی آزادی گفت عبیدالله سعیدی از این بابت با سازمان آنها هیچ ارتباط ندارد و مسئول اعمال و کردارش تنها خودی او خواهد بود. او از این بیشتر تفصیلات نداد و معلوم نیست بین دو طرف چه گذشته. عبیدالله سعیدی دعوا دارد که غیر قانونی رانده شده، اما قصد دارد نامزدی خود را به وظیفه رهبری نوی سازمان پیشنهاد کند. او میخواهد جلسه شورای سیاسی گروه 24 برگزار شده شخصانی که چنین تصمیم گرفتند مجازات شوند. به قول عبیدالله سعیدی پس از یک ماه رئیس نوی سازمان گروه 24 را انتخاب میکنند و او قصد دارد یکی از نامزدها باشد و 3 سال بعد عضو ریاست و سخنگوی گروه 24 بوده است. در حال حاضر سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریف فعال دیگری این سازمان مخالف حکومت در بازداشت و در تاجیکستان هستند. آنها در ماه فوریه و مارس امسال در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. دادستان کلی تاجیکستان 9 آگوست گفت آنها در دوشنبه هستند و پرونده‌شان در حال نهایی شدن است. بانک آسیای رشد برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان و نوسازی نیروگاه سربند به دوشنبه 71 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت می‌دهد. این بانک 12 آگوست با پخش خبرنامه نوشت 50 میلیون دلار برای رقمی سازی اقتصاد، اصلاحات در بخش صادرات و دستگیری کارخانه‌های خرده میانه جدا شده است. گرانت در حجم 21 میلیون دلار باشد برای نوسازی چرخه چهارم نیروگاه سربند به تاجیکستان داده می‌شود. به اطلاع بانک آسیای رشد این پول برای بازسازی نیروگاه و زیاد کردن تولید برق در تاجیکستان صرف می شود. نوسازی نیروگاه سربند در ولایت ختلان سال 2013 با یاری بانک آسیای رشد آغاز شده، به اطلاع بانک سال 2019 از سبب آسیب تجهیزات تکنیکی ناکام شد. بانک آسیای رشد پیشتر برای تجدید این نیروگاه 136 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. در نظر است بازسازی نیروگاه سربند در سال 2026 به انجام رسد. رئیس ولایت ختلان میگوید از 300 هزار سامانه مبلغ جدا شده برای کارخانه کمونالی شهر باختر 70 هزار سامانه را دزدیدند. دولت علی سید هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت اداره کمونالی شهر با وضع حاضرش امکان حل مشکل پرتاب ها در مرکز ولایت ختلان را ندارد و برای همین آنها میخواهند این کارخانه به توازن شهرداری باختر گذرانده شود. مسئولین حکومت ولایت ختلان میگن چند سال قبل برای اداره کمونالی شهر باختر با مبلغ 1 میلیون و 229 هزار دلار 12 تکنیک نو خریدند.
رسیدند. اما با گفته رئیس ولایت ختلان یک قسم این تکنیک‌ها کارناشایان شدند و برای تعمیر آنها از بودجه ولایت 300 هزار سومان جدا گردید. اما تفتیش دادستانی روشن کرده است که 70 هزار سومانی این پول غارت شده است. معلوم نیست در رابطه با این حادثه چند کس جزا گرفتند. سری وقت نبرآوردن پرتاب‌ها در شهری باختر با گفته ساکنان از مشکل‌های جدی در مرکز ولایت ختلان است. در نوارهایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود، کوچه ها و داخل جویبارها پر از پرتاب است و کسی آنها را تازه نمی کند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل رادیوی آزادی در این باره روزهای نزدیک تقدیم شما می شود. از ولایت ختلان یک گزارش دیگر هم داره. مسئولین اداره جوانان و ورزش در این منطقه تاجیکستان گفتند نمی توانند مبلغ جدا شده را از بودجه سری وقت بگیرند. اما در دوشنبه مسئولین وزارت مالیه و هم کمیته انداز از برزیاد اجرا شدن نقشه بودجه کشور توصیف می کنند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمت زاده از شهر کلاب. اداره کار با جوانان و ورزش در منطقه کلاب، حالا صحبت نه درباره جوانان است نه پیشرفت و دشواری ورزشکاران. سخن از مشکلی مسئولان و کارمندانی همین اداره است. میگویند 4 ماه باز با جز معاش خرج پولی را برای تعمیر بنا و خریدن ورق و اشیاء دیگر گرفتن نمیتوانند. ما در این 6 ماه نه 7 ماه میشود همگی 375000 گرفتگیم. اما مشکلی هم میشود اینجا که سری وقت اینجا سری وقت مبلغ گذاری نمیشود. ما از دویم کوارتال گرفتگی نیستیم. ما طبق امور پیشنهاد میکنیم شما دا به اگر ممانیت. اداره کار با جوانان و ورزش منطقه کلاب باید برای خرید و خرج های دیگرش 1,200,000 سومانی میگیرد. در 3 ماه اول امسال تنها 375,000 سومانی دریافت کرده است. مکتب های ورزشی در منطقه نیز مشکلی به این مانند داشتند. خرج اداره های دولتی را در منطقه ریاست مالیه ولایت ختلان می دهد. 3 سال پیش همین مشکل وجود داشت. رئیس ولایت ختلان برعکس می گوید مشکلی پرداخت نشدن پول به اداره های زیرتابه او در منطقه کلوب وجود ندارد. مثلا مبلغ زوری سری وقتی ساها یکان مشکلی نموشد. معلومات من در دست دارم تا این روز یکان مشکلی در سمت سری وقت پرداخت حق مزمی نفقه استیپندیا نبود. صدای ریاست مالیه در اینجا حضور دارم، اگر باشد جواب می دید. من هر روزه شما می پسیم یکی دبلیم هم نیست. باری اول نیست که اداره های دولتی از نگرفتن پول های خود شکایت میکنند. این در حال است که وزارت مالیه و کمیته انداز تاجیکستان خبر دادند که در نیمه اول امسال بودجه کشور برزیاد یعنی 108% اجرا شد و گویا از 21 میلیارد سومانی پولی بودجه بیش از 900 میلیونش صرف فرهنگ و ورزش شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی باری اول حمله ارتش این کشور به ولایت کورسک روسیه را شرح داد. زلنسکی در مراجعتنامه ویدیویی در تلگرام گفت جنگی که روسیه برای دیگران آغاز کرد اکنون به خانه اش برمیگردد. و گفته زلنسکی ارتش اوکراین اساسا همان منطقه های کورسک را زیر نظارت درآورد که از آنجا ولایت سومسک اوکراین موشکباران میشد. برای همین پرزیدنت اوکراین افزود عملیات کشورش در ولایت کورسک صرف مسئله امنیت اوکراین و آزاد کردن منطقه مرزی از نظامیان روسیه است. در همین حال الکساندر که یک فرمانده ارتش اوکراین گفت نظامیان این کشور تا 1000 کیلومتر را در ولایت کورسک زیر نظارت دارند. طبق آخرین خبرها تلاش های ارتش روسیه برای بیرون کردن نظامیان اوکراین از ولایت کورسک تا این دم بی نتیجه بوده است. در این وضع مقامات روسیه فرمان دادند که اهالی بیشتر را از منطقه های مرزی به جای های امن کوچانند. نیروهای اوکراین 6 آگوست در یک حمله غافلگیرانه به خاک ولایت کورسک درآمده عملیات گسترده نظامی را براه ماندند. این تحول مهم از آغاز تجاوز روسیه به قلمرو اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ارزیابی می شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 آگوست را فرا می گیرد.
13 آگوست سال 2007 در شهر دوشنبه روند سنجش دانش مذهبی و دنیوی امام خطیبان شروع شد که بعداً به یک طلبات مهم به کار قبول کردن آنها در مسجدهای کشور تبدیل گشت. تاجیکستان برای تحت نظارت دولت بودن دین و مؤسسه های دینی، معاش دادن دولت به امام خطیبان و بستن مسجدها مورد انتقاد می باشد. 13 آگوست سال 2013 گروه موسیقی برکه لیتوا در فیسبوک از کاری برخی کارمندان فرودگاه دوشنبه انتقاد کرد که از آنها تماجویی کردند. خدمات امنیتی فرودگاه ایتیام را بپایه و اساس خوند، ولی بحران مذکور مقامات فرودگاه را وادار کرد که در اندیشه اصلاح آداب و اخلاق کارمندانشان شوند. ماجرای مذکور که در بررسیان ده ها کاربر اشتراک کرد، مؤثریت شبکه های اجتماعی را به عنوان پایگاه آزادی مطرح کردن مشکلات جمعیتی به نمایش گذاشت. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان، از سال تحصیل 2016 همگونه لباس مکتبی که از خارجه آورده می شود باید از تشخیص اجانسی تاجیک استاندارد گذشته تنها بر اساس اجازت این نهاد به بازار عرضه شود. مقامات این را همچون دستگیری استحصال محلی و نظارت از صفت لباس حمایت کردن، در حالی که صاحبکاران انفرادی قرار را خلاف با معیارهای بازار آزاد می دانند. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی باز هم پست شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 114 سامانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1053 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر از همراهیتان با برنامه های رادیوی آزادی. تا فردا خدا نگهدار.